حقوق بشر حقوقی ذاتی است که از بدو تولد با فرد زاده شده و هر یک از انسان‌ها به ذات محق آن هستند که بر اساس این حقوق ذاتی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 شکل گرفته است. با توجه به ماده 26 اعلامیه جهانی، هر فرد حق بر آموزش و پرورش دارد. باید از این طریق به انسان‌ها رشد، صلح و دوستی و مسالمت بین انسان‌های دیگر آموخته شود. این در حالی است که در ایران کودکان بین سنین 14 تا 17 سال وادار به دیدن و آموختن آموزش‌های نظامی می‌شوند، چه در مدارس پسرانه و چه در مدارس دخترانه. متأسفانه اخیراً از این کودکان و نوجوانان کم سن و سال علاوه بر این آموزش‌های نظامی، درخواستی مبنی بر عضویت جهت شرکت در قالب تیپ فاطمیون سپاه قدس و مدافعین حرم به سوریه اعزام شده و با فشار و اجبار و یا راضی کردن خانواده ها و والدین به طرق مختلف سعی در انجام این امر داشتند. این کار از سوی ارگان های نظامی نظیر بسیج و سپاه پاسداران و از طریق مدارس صورت می گیرد و اکثرا در مدارس دولتی و کم بضاعت. در نقاط مختلف کشور نظیر شهرستان‌های ورامین، بجنورد، اصفهان، نائین و شهرهای غربی کشور و در استان فارس و مازندران و تهران شاهد این اقدامات هستیم. در این برنامه شاهد عکس‌هایی از تعدادی از این نوجوانان که در جبهه جنگ تحت عنوان مدافعین حرم کشته شدند خواهید بود. به عنوان مثال از این افراد می‌توان سید مصطفی موسوی، علی جوکار، رسول پورمراد، نجیب الله میرزایی، سید علی حسینی، حسین علی کیانی و محمد حسین اکبری و بسیاری از نوجوانان دیگر که اسامی آنها منتشر نشده است. علاوه بر اهرم فشار و امکانات و امتیازات به خانواده ها، حکومت با ترویج فرهنگ ستیزگری و شهادت طلبی، خانواده ها را طی زمان های گذشته آماده و پذیرای این اقدام نموده است. بیننده ی تصاویری باشید از صحبت های پدر یکی از نوجوانان کشته شده که تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی به پاس گرامی داشت، با این فرد گفتگوی داشته که خود گویای این امر می باشد. زیاد بدون جنگ دفاع مقدس گفتین شهید با اون شهید مقامش خیلی فرق می‌کنه، چون دلیلش اینه که شهید دفاع مقدس رفتن از ناموسش دفاع کردن، از خاکش دفاع کردن، اینا رفتن از عریم بی بی زینب دفاع کردن، مقام خیلی بالایی دارن. حالا من که دلیل دیگه دارم که مقامشون بالاتر جوانایی که این دوره به عنوان مدافعان حرم میرن. سید شما چند سال اسمه؟ 31 سال اسمه، ماشاءالله. سید اینجا هم شما مظلومی، اونجا هم مظلومی، اینجا هم مظلومی، کم صحبت میکنی. من این عذرخواهی میکنم از مردم به خاطر اینکه ما چهره سید مسافر عزیز رو نمیتونیم به خاطر محدودیت ها نشون بدیم. عذرخواهی میکنم، من نشون یاد نگیرن، من نشون به در کمونی سیمونه ترور میکنه، بزر ترور میکنه، من از هیچ که ترف ندارم، ماشاءالله. ببینیم یعنی تن جانم فدای بی بی زینب، اصلا ترس ندارم از هیچ کسی. آجا خدمت عرض بکنم، نسل اول میگفتن که آقا این بچه های جوان ها اینا جدا شدن از بس انقلاب، جدا شدن از خط ما. بعد میگه آقا این جوان ها آیا جنگ بشه دفاعی باشه هستن، حضور دارن؟ همین این سوال برای نسل اول انقلاب بود دیگه. این بچه هایی که به عنوان مدافعان حرم میرن، میانگین سنی عزیزان، نمونه شون سید مسافر عزیز 30 سال شد، خیلی در یه هفتادی هستن میرن، نمونه سید رضا حسینی هستش. کارشون سختتر، علتشو من بهتون بگم از دلیلی که شما گفتی، یه علت دیگه هم من میخوام اضافه بکنم. با این حجمه هایی که وجود داره در حال حاضر، جوانای ما خیلی کارشون سخته، خیلی کارشون سخته که به نتیجه که سید رضا حسینی رسیده برسن. شما قبول داری سید جان؟ 100 درصد میخوام. یک حرفی را حضرت آقای قرائتی زدن
چندین سال پیش من شنیدم از ایشان، خیلی جالب بود. تنها نزد میگفت که همین بچه‌هایی که امروز می‌بینید یک اصطلاحاتی است که خیلی سنترمنتال می‌گردن، خیلی دیگر رقم می‌گردن. گفت همین بچه‌ها بچه‌هایی هستند که زمان که قرار باشه به اسلام توهین شود، گفت همه‌شون میشن حاج همه. دقیقاً. این اصطلاح من استفاده می‌کنم. سید رضا یک بچه دانش آموز است، کمسال سید رضا. خیلی هستن که حتی آمدن گفتن که ما سن بیشتر هست، بعدن ما فهمیدیم 15 سالشه. جدی مدام کلامتون اصخری میگم. آقای مصطفی، من شما رو حتما میخوام بپرسم یه خاطره اگه دارین از در واقع سید رضا حسینی عزیز، یه خاطره رو پیش بینی بکنید. من این سوالو بپرسم، آقا با خدا وکیلی سید رضا حسینی الان اگه زنده بود ازدواج میکرد، درسش رو ادامه میداد، رفت دانشگاه، بچه دار میشد، تو این لحظاتی که گذشته تو این دو سال فکر نکردی که اگر نمی‌رفت بهتر بود؟ من اگر فکرم اینه که اگر رضای من خود بدون تعارف، بدون تعارف، این از رت باسی میگم دیگه هیچ راهی توش نداشته باشه. اگر بچه ما الان میرفت خارج، نمیگم دکترها اینجا میگرفت، بهترین دکتر تو خارج میرفت، من اصلا دکتری اونجا رو قبول نداشتم که بره تو خارج بره دکتر بشه، مهندس بشه، اصلا خودش قبول نداره با دکتراتش با تشکیلاتش. فهمیدین؟ یعنی کشور غربی رسم قبول نداریم. یک، اگه بهترین دکتر بود افتخار نداشت، بهترین مهندس بود افتخار نداشت. افتخار که رزوی ما داشت دیگه با چی قیمتی میتونست افتخار بگیرم؟ میگم مردم ورامین سنگ تمام گذاشتن. داشتم میگفتم که دستبوس شما هم هستیم، شما کار بزرگی کردین. با تربیت کاری نکنه حالا پسر مالا یک دیگه شما جای دیگه. چند تا بچه دارین اونجا؟ من 6 تا خدا برام پسر داده، این پسر چهارمی بوده. مثلا 3 تا دیگه بزرگتر دارم که یکیش جزو نورای جذب، یکیشم که الان رزمنده، اتفاقا از صبح تا حالا پیداش نیست، فکر کنم رفته الان اونجا. ماشاءالله. مادرش الان تو فکر میگه که بچه‌م فکر کنم که رفته الان اونجا. ماشاءالله به این روحیه افتخار می‌کنیم. ما هیچ ناراحت نیستیم. هر چی خدا خواسته باشه. اگه خدا بهش عمر باقی داد گذاشته باشه، هیچ کسی نمیتونه از بین ببره. عمرش باقی نباشه، یه چیز اتفاق پیش بدید اون بین. درود بر این اتفاق. سید عزیزم. مدافعین حرم نوجوان و میتوان گفت کودکانی در سنین کمتر از سن قانونی هستند. به اجبار از پشت میز درس در مدرسه به پشت خاکریز در مناطق جنگی فرستاده می شوند، در حالی که طبق کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاریان و بر اساس ماده های 1-4 آن هیچ دولتی حق به کارگیری این گونه افراد برای اقدامات نظامی را نداشته و دولت ها موظف هستند با نهاد و ارگان های مربوطه برخورد جدی و جزایی انجام دهند. خادم این تبار محترمم، چنان حبیب
قرمز دور حرم ز خون من است، چو برکم که مرگ من همان سکون من است. پیاده می روم ز مشهد و رضا تا شام، حال کبوتر حرم حال کنون من است. ز کودکی خادم این تبار محترمم، این قاب ها برای نزدیکان این جمع خاطرات فرزند، برادر یا پدری است که دیگر کنارشان نیستند. آنها شهدای مهاجر مدافع حرمند. در چهارمین سوگواره عکس و پوستر هیئت در قم، خانواده های این شهدا مهمان جمعی شدند که امثال بچه هایشان در همین هیئت ها قد کشیدند. جوانای نازنین مدافع حرم، مهمان هایی که صحبت های سخنران مراسم درباره مدافعان حرم شاید برایشان یادآوری خاطرات عزیزانشان بود. خاطرات امثال مهدی که 2 سال تلاش کرد تا مادرش راضی شود او به سوریه برود. یعنی من تنها مهدی همه چیزم بود. یا شبیه مشتبه که پدرش به دنبال داماد کردنش بود. باز گفت شما خودتون برین یک استخاره کنید. مجددا من ایشان با برادرشان فرستادم که استخاره کنن، رفتن دوباره استخاره کردن که استخاره را ندادن. پس الان که استخاره نمیکنه انشالله برین جبهه بعدن. یادگاری خانواده مهاجرین از این مراسم این قاب بود. قابی با مضمون مدافعان حرم که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی بارها بازنشر داده شد. اثری از تصویرگری که حتی در دوران دانشجویی موضوع پایان نامه اش را 2 طرح عاشورایی قرار داد. هر حسنی که این کار داره به خاطر موضوعشه و به خاطر من نیست. حسن روح الامین 31 ساله در نقاشی اخیرش حضرت زینب سلام الله علیها را در حفاظت مدافعان حرم نشان داده است. شاید نشانه ای از مردمی که جان می دهند برای فرزندان اهل بیت. ای که رفت با خود دلی شکست باری، این چنین به توفان تن مرا سپاردی. ای که مهر باطل زدی به دفتر من، بعد تو نیامد چه ها که بر سر من، بعد تو نیامد چه ها که بر سر من. ای خدای آدم چگونه باورم شد، آن که روزگاری پناه یاورم شد. سایش نماند همیشه بر سر من،
زیر لب بخندد به مرگ و هر پر من، زیر لب بخندد به مرگ و هر پر من. شکست بال و خستم رفتی و ندیدی که بی تو چگونه پر شکستم، رفتی و نهادی که آسان دل مرا به زیر پا، رفتی و خیالت زمانی نمی کند مرا رها، ای به دل آشنا تا که هستم بیا، وای من اگر نیایی، وای من اگر نیایی. هستم بیا، وای من اگر نیایی، وای من اگر نیایی. نخل زینبی خم گرد در خون خفته که نگذارد، نخل زینبی خم گردد، نخل زینبی خم گردد، هاشای زهرا در راه خداست فدای مرتضا. قرار بود تو این هفته دیگه برگرده، منتظرش که خبرش برام. خوشحالم خدا رو شکر می‌کنم که پسرم رو لایق دونست که به عنوان مدافع حرم در راهش شهید بشه، انشاءالله که روز قیامت ما رو هم شفاعت بکنه. یا زینب در این رابطه مصاحبه ای داریم با علی 17 ساله که از سوی مسئولان مدرسه‌اش و سپاه آن منطقه با توجه به سن کمی که داشته وادار به حضور در آموزش‌های نظامی و در نهایت حضور در مناطق جنگی تحت عنوان مدافع حرم شده بوده که پس از امتناع وی و خانواده‌اش و در پی اعتراض آنها به همراه سایر والدین دانش آموزان به اداره آموزش پرورش و سپاه آن منطقه تحت فشار و تهدید قرار گرفتند که در نهایت به ناچار از ایران خارج شده. علی جان یه شرح مختصری از اتفاقاتی که برات افتاده برای ما بگو و اینکه بگو چی شد که از ایران خارج شدی.
بله، به دلیل اینکه ما رو میخواستم به عنوان یک سرباز به جنگ به سوریه بفرستن به نام مدافعین حرم، این اسم گروه بود و ما خانواده من متوجه شدن از این جریان و خواستن جلوی این چیز و واسادن جلوی این تصمیم و ما نتونستیم مقاومت کنیم با این مسئله و مجبور شدیم که فرار کنیم و به آلمان بیاییم. شما در چه مقطع تحصیلی مشغول به تحصیل بودین و ممنون میشم که اسم اون مدرسه‌ای که در اون درس میخوندین رو به ما بگید؟ بله، من در مقطع سوم دبیرستان بودم و اسم مدرسه‌مونم مدرسه امام رضا بود در استان فارس شهرستان شیراز. آیا تا اون زمان عضو بسیج بودی یا اینکه درخواستی از طرف این سازمان برای عضویت به تو داده شده بود؟ نه خیر، من هیچ وقت عضو بسیج نبودم و تمام اینا که منو کردن وارد این سازمان همش به زور و کاملا بدون اراده من بودش. اتفاقاتی که برات پیش اومد مشخصا از چه زمانی شروع شد و آموزش هایی که داشتی در این باره مدرک یا مستندی هم داری که به ما ارائه بدی یا نه؟ بله، در جواب این سوالتون میتونم بهتون بگم که ما به مدت 2 سال این درس ما داشتیم تو مدرسه و داشتن تو این مدت 2 سال به ما آموزش میدادن و ما بعد از این اواخر این 2 سال، آخر این 2 سال که داشت تموم میشد و این تدریس داشت تموم میشد، آخرش بود که ما فهمیدیم که قصد اینا چیه و میخوان چه بلای سر بچه ها بیارن و سر من بیارن که ما فهمیدیم و اعتراض کردیم. با عده‌ای از بچه ها رو من جمع کردم و بهشون به این عمل کرد ما اعتراض کردیم و این اعتراض ما به گوش مدیر مدرسه رسید که عضو خودش سپاهی بود و عضو این سازمان بود و بعد 1 ماه ما اومدن سراغ ما که ما نبودیم در اون مکانی که اومدن سراغ ما، خدا رو شکر، و بعد ما متوجه شدیم که این کار اینا انجام دادن و ما مجبور شدیم که فرار کنیم از ایران. و در جواب یک سوال که پرسیده بودیم، بله این مدرک هستش که این اصلا امتیاز داشت غیر از کتابای درسی ما بود که ما پاس میکردیم و یک امتیاز چیزی داشت که مثلا میگفتن که باید اینا رو پاس کنی کنار چیزت، ولی خودش امتحاناتی داشت و انوز هستش، کتابی هستش برای خودش و همش به صورت تئوریه، ولی همش تئوری حساب نمیشه و عملی خیلی بیشتر داره و کلن عملی هستش تا تئوری. پیشنهادهای مالی که به خانواده شد برای جذب تو از طرف شخص یا چه سازمانی انجام شد؟ آیا اطلاع داری که برای سایر دوستات و همکلاسیات هم همچین پیشنهاداتی شده بوده یا نه؟ بله، از اون جایی که مادر من مدیر مدرسه‌مون خواست و این پیشنهاد رو بهش داد که آقای فروغی نامی هستن، مدرسه امام رضا کار میکنن و در شیراز، و این پیشنهاد رو دادن و بله، بغیر از من به 7-8 نفر از رفیقای من که حالا فعلا من ازشون خبری ندارم و نمیتونم ازشون خبری بگیرم چون شماره یا آدرسی ازشون ندارم خبری ازشون، ولی به اونا هم داده شده بود که من فهمیدم و مطلع شدم. آیا تو اون مجموعه‌ای که تحصیل می‌کردی چه برای خودت و چه دانش آموزای دیگه شاهد این بودی که در خلال دوران تحصیل آموزش‌های نظامی و آمادگی دفاعی برای شما بذارن و اردوهای نظامی براتون ترتیب بدن؟ بله، در سال این 3 تا اردو بود و یکیش به صورت تئوری بود که در کلاس شکل می گرفت که با شناخت مواد شیمیایی و ماده‌های شیمیایی که در جنگا استفاده میشه و اینا رو بستن ماسک به صورت، این بود یکیش، و دوتا اردوی دیگر، یکی دیگرش این بود که ما رو به میدون تیر می بردن به خارج از اون شهری که بودیم، یک حدود 20 تا 30 کیلومتر خارج از اون شهر به مناطقی که سپاه دست سپاه بود و ما رو به آموزش سلاح گرم یا همون کلاشینکوف باز و بسته کردن این سلاح
و خشاب پر کردن این سلاح و تیراندازی با این سلاح آموزش میدادن. و یک اردوی دیگه هم این بود که ما رو به اسم گروهی به نام رایان نور تمام بچه ها رو میبردن به مناطق جنگی در جنوب کشور و برای شناخت مین و باز و بسته کردن مین، خونسا کردن مین و از اینجور چیزا. و تمام سازماندهی های این دست دو تا سازمان بود، یکی بسیج و یکی سپاه، که میتونیم کلن همه رو بدیم به دست سپاه و تمام سازماندهی ها رو بدیم به دست سپاه، چون بسیج هم زیر سازمان به نام سپاه هستش کار میکنه. و همین دیگه. و تمام بچه هایی هم بودیم که توی کلاس بودیم، همه اینا رو با هم دیگه سازماندهی میکردن و میبردن به این اردوها. آیا اطلاع دقیقی از دوستا یا همکلاسیات داری که سرنوشت اونا چطور شد؟ آیا اونا درخواست این سازمان ها رو قبول کردند و به خواست اونها تن دادند؟ اگه اطلاعی در این مورد داری یا اسمی هست برای ما ممنون میشم بازگو کنی. بله، در جواب این سوالتون میتونم بگم که اطلاعات دقیقی آنچنان ندارم، ولی میدونم که تا اونجایی که بودم در ایران، برادر دوستم که یک سال من بزرگتر بود بردن به زور وارد این جنگ کردن و این مرد کشته شد و حتی عکس پرده مراسم ختمش هم دارم. و یکی دیگه که میتونم براتون مثال بزنم، همسایه بغل دست ما که یک خانومی بود با سه تا فرزند کوچیک، شوهرشون هم برده شد به این جنگ و به زور و تمام اینا به زور و ایشون هم کشته شد و مرد. و تا اینجا میدونم و این دو نفر خبر دارم، ولی از بقیه دوستام خبری ندارم و اطلاعاتی به دستم نرسید. خانم گرامی، شما به عنوان مادر علی کسی بودید که این درخواست‌ها و پیشنهادها به شما شده بود، به خانواده علی شده بود. میخوام برای ما توضیح بدید که آیا این پیشنهادها چه بوده و از سوی چه اشخاص و چه ارگان‌های این پیشنهادها داده شده بود و عکس العمل شما در برابر درخواست اونها چی بوده؟ بله، من در جوابتون میتونم بگم که اینشون منو خواستن، من رفتم مدرسه باشون صحبت کردم در همین مورد، یعنی اونا بیشتر با من صحبت کردن و پیشنهاد مبلغی رو دادن، مزدیک همون 20 خورده میلیون تومان و ماهیانه 3 خورده که این نامیان برای مدافعین حرم حضرت زینب هستن، میرن سوریه برای پشت جبهه هستن و خودشون خیلی کاری ندارن که مثلا بخوام برن جلو و اتفاقی براشون بیفته. و خب توضیحات خیلی بیشتری به من دادن و میخواستن هر جوری شده منو قانع کنن به این موضوع که هیچ اتفاقی و بذارن بچه رو ببرن. در آخر سوال من از شما خانم اینه که شما دارای یک دختر هم هستی که در مقطع راهنمایی فکر کنم تحصیل میکرده، خواهم بدونم اطلاعی دارید برای دخترتونم همچین اتفاقاتی افتاده بود یا اینکه در مدرسه اونها هم کلاس های آموزش های نظامی برپا می شده و به اونها آموزش های نظامی داده می شده یا اینکه خیر؟ بله، همچین چیزی هستش، ولی اینکه به صورت تئوری هستش، به صورت عملی نیست. این کلاس ها برگزار می شه و اینا رو بسیجی می کنن و اینکه تئوریشو توضیح می دن، ولی به سن دختر منو جلوی مثلا اینجور چیزا نمیبرن، ولی به سن علی امکان پذیر هست. بله. همون از این غم ها، همون از این دنیا، این جوان ها از راه رسید مدافع حرم آل الله، این جوان ها از راه رسید مدافع حرم آل الله، مهمون زهرایی امشب و بیشک، خوش به حالت آهای عقیل شیبک، شهادت قسمتت شد تو جوونی، خدا حافظ حسین علی کیانی، مهمون زهرایی امشب و بیشک، خوش به حالت آهای عقیل شیبک،
شهادت قسمتت شد تو جوانی. خدا حافظ حسین علی کیانی. دلم می‌سوزه از داغ جدایی. ما ایم و نواهای بی‌نوایی. مدافع زینب خدا نگهدار. خدا حافظ رفیق کربلایی. دلم می‌سوزه از غم جدایی. ما ایم و نواهای بی‌نوایی. مدافع زینب خدا نگهدار. خدا حافظ رفیق کربلایی. شب شام غریبونه آی شهدا. چشامون دریای خونه آی شهدا. پیشتون صاحب زمونه آی شهدا. لبیک یا حسین. با توجه به مستندات و گزارش‌های متعدد و شواهد موجود که در این برنامه شاهد گوشه‌ای از آن بودید، امروزه نظاره‌گر نقض صریح مفاد کنوانسیون اختیاری کودک و پروتکل آن مبنی بر منع دخالت دادن کودکان در جنگ و آموزش‌های جنگ مسلحانه می‌باشد. نکته قابل توجه در این مسئله تلاش گسترده جمهوری اسلامی در این زمینه است که علاوه بر استفاده از اهرم فشار بر خانواده‌ها، بخشار کم بضاعت جامعه مبنی بر پذیرش درخواست در قبال وعده‌های مالی از لحاظ روانی جامعه را از طرق مختلف آماده نموده و از راه‌های مختلف نظیر برنامه‌سازی و مستندسازی‌ها و ایجاد شور در افکار عامه مردم سعی بر به جلو بردن اهداف خود دارد. و اخیراً زمزمه هایی به گوش می رسد مبنی بر این که اگر دست روی دست گذاشته و این دفاع را انجام ندهیم، شاهد تجاوز و حمله دولت اسلامی یا همان داعش خواهیم بود. از این رو ضمن آگاهی بخشی و هشدار در مورد این عمل غیر انسانی جمهوری اسلامی، به عنوان یک نهاد حقوق بشری از کلیه سازمان ها و فعالین حقوق بشر درخواست می گردد جهت جلوگیری هرچه سریع‌تر از این عمل ظالمانه، مراتب اعتراض خود را به نهادهای مسئول حقوق بشری نظیر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ابراز نموده و سعی بر آگاهسازی روزافزون در این مقوله بسیار مهم و حیاتی داشته باشیم.